هفته گذشته تعدادی از آثار نقاشی مکرمه قنبری، هنرمند خودآموخته ایرانی در موزه باورز در جنوب کالیفرنیا به نمایش در اومد. زنی روستایی که داستان زندگیش و علاقه او به نقاشی مورد توجه بسیاری از هنردوستان قرار گرفت. البته برنامه‌ای که در موزه باورز ترتیب یافت فقط یک نمایشگاه ساده نبود و شامل بخش‌های جانبه دیگه مثل موسیقی، رقص، فیلم و سخنرانی هم می‌شد. همکارم آرش راد گزارش رو در این باره تهیه کرده که با هم نگاه میکنیم. شورای فرهنگ ایرانی موزه باورز در شهر سانتا آنای جنوب کالیفرنیا با همکاری این موزه برنامه ویژه‌ای را به معرفی و نمایش آثار مکرمه قنبری، نقاش خودآموخته ایرانی اختصاص داد. معمولا وقتی برنامه میذاریم سعی میکنیم که تبدیلش کنیم به یه ایونت، یعنی یه برنامه مفصل کلی که هم از موسیقی، از رقص، از فیلم، از نقاشی، برای همین برنامه پرباری بود و سعی میکنیم که همیشه به این نحو فرهنگ ایران رو از جوانب مختلف به مردم غیر ایرانی هم معرفی کنیم. در این برنامه علاوه بر ارائه 16 اثر از کارهای مکرمه قنبری از دو کلکسیونر خصوصی، برنامه رقص و موسیقی اجرا شد و پس از نمایش دو فیلم از کارهای ابراهیم مختاری درباره مکرمه قنبری، میزگردی با حضور الهی امانی، فعال حقوق زنان و مریم سیحون، مدیر گالری سیحون در لس آنجلس برگزار شد. در پایان برنامه از طریق دنیای مجازی ابراهیم مختاری از ایران با تماشاچیان صحبت کرد و به سوالات آنان در مورد فیلم‌هایش پاسخ داد. جایگاه مکرمه در جامعه ادبی و هنری ایران بسیار مهمه. زنیه که خودآموخته بود در زمینه کار هنریش. داستان‌های زندگی مکرمه داستان‌های زندگی بسیاری از زنان روستایی ایرانه و خیلی خوشحالم که مکرمه اونها رو به تصویر کشوند و در واقع تونستش که باعث بشه که جامعه جهانی نه تنها هنر یک زن ایرانی بلکه داستانهای زنان ایران رو هم از در قالب تصویری مشاهده کنند. مکرمه قنبری اهل روستای دریکنده از توابع بابل در شمال ایران. او که سواد خواندن و نوشتن نداشت به صورت خودآموخته کار نقاشی را از سن 64 سالگی آغاز کرد. قنبری که در جوانی به کار آرایشگری و خیاطی برای اهالی روستا مشغول بود، بار اول به دلیل فروخته شدن گاوش به صورت غیر منتظره توسط فرزندانش و قصه از دست دادن او، کار نقاشی را با گل روی تخت سنگهای روستا شروع کرد و سپس به رنگ و کاغذ رو آورد. او در کارهای اولیه‌اش از رنگهای طبیعی محیط اطرافش استفاده می کرد و رنگ در کارهایش از ویژگی خاصی برخوردار است. شخصیت‌ها و موضوعات آثار او برگرفته از اتفاقات زندگیش، ارتباطات با خانواده و اهالی روستا و نیازها و احساسات روزانه‌اش بوده است. نخستین نمایشگاه او توسط معصومه سیحون، مدیر گالری سیحون تهران در سال 1374 برگزار شد و سپس به محافل بین‌المللی راه یافت. او در سال 2001 به عنوان زن سال سوئد برگزیده شد. کارشناسان اروپایی نقاشی‌های او را با نقاشی‌های مارک شاگال، نقاش فرانسوی مقایسه می‌کنند. قنبری در دوم آبان 1384 در سن 77 سالگی از دنیا رفت و در منزلش دفن شد. منزل او امروزه به خانه موزه مکرمه تبدیل شده که هر ساله تعداد زیادی از آن بازدید می‌کند. دو ویژگی داره. یک، اول از همه چیزی که خیلی مهمه اینه که رنگ‌هایی رو که کنار هم می‌ذاره به قدری استثنایی و به قدری خوب دونسته و میدونه. من همیشه در زمان حال صحبت می‌کنم چون مکرمه همیشه زنده است. رنگ‌هایی که استفاده می‌کنه بسیار زیبا هست. دوم اینکه اون داستانی رو که به نقش کشیده برای بیننده‌ها اون داستان خیلی جلب توجه می‌کنه و جاذبه. مکرمه که سواد نداشت ولی تونست با وسیله نقاشیش بیان کنه حس خودش و عواطف خودشو به جهانیان بشناسونه، اون چیزی که در درونش میگذرون و اون اکسپرسیونی که در کارهای خانم مکرمه هست بسیار تحسین انگیزه. Thank you.
خیلی علاقه دارم به جمع کردن آرت و مکرمه برام یکی از به عنوان نایو آرتیست و کسی که هیچ ادویکیشنی نداشته تو آرت برام خیلی جالب بود، به خاطر اینکه احساسات تمام خانومای زحمتکش ایرانی رو روی کاغذ نشون میده، نقاشی کرده و نشون میده. آرش راد، صدای آمریکا، لس آنجلس.